در جلسه دوم به مرور آیاتی خواهیم پرداخت که عظمت خدا و وعده های شگفت انگیزش را مکشوف می سازند. آمین آمین آمین. خیلی خوش اومدین عزیزان. میدونم همتون تشنه و گرسنه کلام خدا هستین. میدونین یکی از جنبه های ترس خداوند به لرزه افتادن از کلامشه. افرادی که عاشق کلام خدا هستن اونهایی هستن که ترس خدا در دلشون هست. میتونین بگین آمین؟ ای پدر در نام عیسی بار دیگه با ما سخن بگو. ما به تمام کلام تو اعتماد میکنیم در نام عیسی. آمین. عنوان درس این جلسه رو میتونیم گوشه ای از عظمت خداوند بگذاریم. تو سال 1997 از من دعوت شد تا در کشور برزیل یک کنفرانس کشوری برگزار کنم. من خیلی هیجان زده بودم چون قبلا هرگز به اونجا نرفته بودم. سوار هواپیما شدم. راستش قبلا هم توی سفر بودم. در 8 روز گذشتهش به سنگاپور و سوئد پرواز کرده بودم. حالا داشتم سوار هواپیمایی به مقصد برزیل می‌شدم. وقتی صبح روز اول در برزیل از خواب بیدار شدم، با سرگردانی از خودم پرسیدم اینجا دیگه کدوم نقطه دنیاست؟ اونجا فرود اومدیم. تمام بعد از ظهر تو حال دعا بودم و خیلی هیجان زده بودم چون خیلی در مورد اونا منو با اتومبیل به محل این کنفرانس بزرگ بردم. کنفرانس در پایتخت اونجا برزیلیا برگزار میشد. هنوز چند تا چهارراه تا اون سالن بزرگ فاصله داشتیم. دیدم در سراسر خیابون‌ها اتومبیل‌ها پارک شدن. راننده پرسیدم آیا اینها اتومبیل‌های شرکت کنندگان کنفرانس؟ اون گفت بله بله. ما وارد پارکینگ شدیم. پارکینگ پر بود. وقتی از اتومبیل خارج شدم، صدای سروتایی که از اون سالن بلند میشد رو میتونستم بشنوم، چون در برزیل اونها بین سقف و سقف کاذب حدود 1.5 متر فاصله در نظر میگیرن که در تمام ساختمونا رعایت میشه و باعث میشه هوا به خوبی تهویه بشه. من بسیار هیجان زده بودم. وارد ساختمان شدم و اونها بلافاصله من رو به روی سکو بالا بردن. تعدادی از بهترین نوازندگان و خوانندگان برزیلی روی صحنه بودن. یک کلمه از صحبتاشون رو خب نمیفهمیدم چون به زبان پرتغالی بود، اما کارشون واقعا عالی بود. در طی سرود خوندن اونها من روی صحنه نشسته بودم و سالن کاملا پر شده بود. هزار نفر جمعیت در تمام سالن تا بالاترین ردیفا. حتی یک صندلی خالی رو نمیتونستم پیدا کنم. با خودم فکر کردم پسر عجب فضای اینجا حاکم خواهد شد، یک کنفرانس بی‌نظیر. اما من اونجا ایستاده بودم و فکر میکردم به هیچ وجه حضور خدا در این مکان نیست. کتاب مقدس در مورد دو نوع از حضور خدا صحبت میکنه. نوع اول حضور مطلقه، حضوری که داوود در موردش میگه از حضور تو کجا بگریزم؟ اگر به آسمان روم تو آنجایی، و اگر در حاویه بستر بگسترم تو نیز آنجا هستی. این حضور خداونده که میگه تو را هرگز وا نخواهم گذاشت و هرگز ترک نخواهم کرد. این حضور مطلق اونه. نوع دیگه ای حضور خدا که کتاب مقدس در موردش صحبت میکنه حضور آشکار اونه. عیسی در یوحنا 14 میگه من خود را بر شما ظاهر خواهم ساخت. چنین حضوری به هیچ وجه در سالن نمیشد. در حالی که روی سکو ایستاده بودم فکر کردم اینجا چه خبره؟ زیر لب دعا کردم خداوند پس حضور تو کجاست؟ ناگهان انگار خدا چشمامو باز کرد تا پاسخ اون دعا رو ببینم. به مردم نگاه کردم. همه با هم در حال پرستش بودیم و من افرادی رو میدم که دستاشون تو جیباشون بود، به سقف سالن خیره شده بودن. عده دیگه هم دست به سینه ایستاده بودن، اطرافشون رو نگاه میکردن. یه گروه دیگه دائم در حال ورود و خروج بودن و نوشابه و چیزای از این دست میخریدن. یه گروه هم در حال پشپش کردن در گوش هم دیگه بودن. اشاره من به تعداد کمی نیست، بلکه دارم در مورد اغلب حاضرین صحبت میکنم. با خودم گفتم خب کم کم این وضع آروم میشه، اما اونها ادامه دادن. قسمت پرستشی شروع شد و اونها هنوز به رفتارشون ادامه میدادن. بعد از 45 دقیقه سرایدن و پرستش رو تموم کردن و یکی از رهبران بالا رفت و شروع به خوندن از کتاب مقدس کرد. هنوز داشتم افرادی رو میدیدم که نشستن اطرافشون رو نگاه میکنن، دستاشون رو بغل کردن، در گوش هم پشپش میکنن. حتی صدای پشپششون قابل شنیدن بود. مردم داشتن با کیف پولاشون بازی میکردن. هنوز داشتم میرفتم بیرون و دوباره میومدن داخل. دیگه کم کم داشتم عصبانی میشدم. رفتم روی سکو، روی آرنجم تکیه دادم، همینجور ایستادم و بهشون زل زدم. خب وقتی شما در یک کنفرانس کشوری یک واعظ مهمان هستین و اون جلسه جمعه شبم هست، خب بعد میان شما رو معرفی میکنن و بعد شما میرین همینجوری اونجا وای میسین، به مردم زل میزنین و خیره میشین. چند نفر از شما فکر میکنن که با این کار توجه مردم رو به خودتون جلب میکنین؟ ناگهان ظرف 45 ثانیه همه داشتن طوری من نگاه میکنن که داری چیکار میکنی؟ تو اینجایی که سخنرانی کنی؟ من صرفا ایستاده بودم و داشتم به اونها نگاه میکردم.
وقتی که تشخیص دادم همه چشمای حاضر در اون سالن به من دوخته شده، اینها اولین کلماتی بود که من در اون کنفرانس گفتم. من نگفتم که سلام، خیلی خوشحالم که تو کنفرانس شما شرکت کردم. گفتم دو سوال دارم. سوال اول، فرض کنی شما دور میز نشستین و دارین با یه شخص دیگه صحبت میکنی. در تمام مدت که شما در حال صحبت کردن هستین، اون شخص دستاشو بغل بکنه، اطرافو نگاه کنه، یا دستاشو تو جیبش بگذاره و پایین رو نگاه کنه، یا در گوش یه نفر دیگه پشپش بکنه. آیا شما به صحبت کردن با چنین آدمی ادامه میدین؟ جمعیت گفتن خیر. بعد گفتم حالا اگه هر دفعه که به مزد یه شخص میرین، شما در رو بکوبین، اونها در رو باز کنن و به شما نگاه کنن، بگن اوه بازم تویی، بیا تو. آیا دوباره به خانه‌اش میرین؟ اونها گفتن خیر. گفتم من یک ساعته که در این سالن هستم و تا ذره ای از حضور خدا رو اینجا حس نکردم، چون خدا در مزمور 89:7 میگه خدا در شورای قدسیان بی نهایت مهیب است، از او میباید ترسید بیش از همه آنان که گرداگرد اویند. شما هرگز عجبی که منتهای درجه احترام نسبت به او در اون فضا وجود نداشته باشه او را نخواهید یافت. اگه نخست وزیر یا رئیس جمهور کشور تو امشب بیاد و روی این سکو بیسته، مطمئنا احترامی بیشتر از اون چه که روح القدس امشب نصیبش شد نصیب اون میشه. اگه امشب پله بزرگترین فوتبالیست شما روی این صحنه حاضر میشه، روی لبه صندلیاتون میشستین تا با تمام حواستون تک تک کلماتش رو به خوبی بشنوید، شما هیچ احترامی به حضور روح القدس نشون ندادین. ظرف 75 دقیقه آینده در مورد ترس خداوند براشون موعظه کردم. وقتی پس 75 دقیقه موعظه‌ام تموم شد، شما میتونستین تغییر جو رو در حینی که کلام خدا قلب‌های سخت اونها رو لمس می‌کرد احساس کنید. این کنفرانس برای ایماندارها بود، نه یک کنفرانس بشارتی. گفتم هر کدوم از شما که ادعا می‌کنین تولد تازه دارین اما ترس خدا رو تو دلتون ندارین، اگه قصد توبه کردن دارین سر پا بایستین. 3/4 سالم بلافاصله سر پا ایستاد. به محض اینکه ایستادم، برای اولین بار حضور خدا وارد اون مکان شد. من غافلگیر شده بودم. خودم گفتم پسر، ما حتی دعا هم نکردیم. میخوام شما جو رو به خوبی تصور کنید. من 2 ساعت داخل اون ساختمون بودم و ذره‌ای از حضور خدا رو حس نکرده بودم. ناگهان مردم شروع میکنن به گریه کردن. صدای هق هقشون شنیده میشد. حضور خدا کاملا محسوس بود. 1-2 دقیقه طول کشید و به نوعی خیلی محسوس بود. رواس به من گفت میخوام اونها رو تو دعای توبه هدایت کنی. پس من اونها رو در این دعا هدایت کردم. اونها عمیقا از ته قلبشون دعا کردن. گفتن خداوند ما توبه میکنیم. به محض اینکه دعا به پایان رسید، موج دیگه از حضور خدا فرا رسید و حتی قوی تر از قبلی. حالا همه مردم شروع کردن به گریه. خیلی شگفت انگیز بود. 2 یا 3 یا 4 دقیقه طول کشید و دوباره محسوس‌تر شد. رواس به من گفت میخوام بار دیگه هم بیام. پس گذشت 30 ثانیه از این که گفته بود، یک بار دیگه تنورایی که میتونم اون چه اتفاق افتاد تشریح کنم و باور کنی هرگز نمیتونم حق مطلب رو ادا کنم. فرض کنین شما در انتهای باند فرودگاه کلرادو ایستادین و یه جت بوئینگ درست در مقابل شما از زمین بلند میشه. بادی با صدایی درست مثل صدای اون هواپیما در فضای سالن وزیدن گرفت. با وزیدن اون باد مردم شروع کردن به فریاد کشیدن. میتونین هزاران نفر آمریکای لاتینی رو در حال جیغ زدن تصور بکنین؟ با این حال هنوز صدای باد از صدای اونها بلندتر بود. به خاطر میارم که من اونجا نشسته بودم. ببخشین، اونجا ایستاده بودم و یادم رفت. میگفتم او خدای من، چون ناگهان برام چنین مکشوف شد که این پدر نیست که وارد سالن شده، بلکه این پادشاهه. یادم میاد که فکر کردم شاید این یک هواپیماست، اما بعد فکر کردم نه، تمام موهای تنم راست شده بود. مدام یک فکر تو ذهنم بود که اگه یک حرکت اشتباه انجام بدی در جا میمیری. منظورم این نیست که چنین اتفاقی میافتاد، اما حضور خدا تا این حد ملموس بود. هنانیا و سفیر یک حرکت اشتباه انجام دادن و مردن. پس من در حالی که اونجا نشسته بودم فکر کردم آه خدای من. مردم فریاد میکشیدن و صدای باد از صدای اونها بلندتر بود. 90 ثانیه طول کشید و بعد کاملا محو شد، فروکش کرد. اثری که باد از خودش بر جا گذاشت، مردمی بودن که در حال گریه روی صندلی‌هاشون افتاده بودن. به مدت 3 سال بعد از اون روز، الان 10 سال ازش گذشته، از خادمینی که در اون جلسه بودن ایمیل دریافت می‌کردن. خب مردم گریه می‌کردن، روی صندلی‌هاشون خم شده بودن و من اونجا ایستاده بودم و با خودم می‌گفتم خداوندا چیکار باید بکنم؟ خداوند فرمود من دیگه با تو کاری ندارم. پس به رهبر جلسه نگاه کردم و گفتم ادامه جلسه رو به شما می‌سپارم. اونها من رو سمت اتومبیل راهنمایی کردن و گفتن میخوایم برای صرف غذا به جای برین؟ گفتم خیر ممنونم. خانمی که اون شب یک سرود سولو اجرا کرد و همراه شوهرش سوار ماشین ما شدن و با صدای بلند و شما هم صدای باد رو شنیدین؟ صدای باد رو شنیدین؟ نمیخواستم من اون کسی باشم که اون رویداد رو تایید بکنه، پس گفتم شاید یا هواپیما بود که اونقدر پایین در حال پرواز بود. اون شروع کرد به فریاد کشیدن سر من. اهالی آمریکای لاتینو که میشناسین، شما دارین چی میگین؟ من در سراسر اون سالن آتش میدیدم. شوهرشون رو کمی آروم کرد.
بسیار آروم و متینی بود. گفت ببخشید جناب، اون یه هواپیما نبود. گفتم از کجا اینو میدونین؟ گفت چون در تمام ساختمون ماموران پلیس و ماموران امنیتی ایستاده بودن، حتی بیشترشون نجات یافته نبودن و وقتی باد وزیدن گرفت، اونها افرادی رو به داخل فرستادن تا با گروه رهبران صحبت کنن و بپرسن که این چه صدایی از داخل ساختمون داره به گوش میرسه. افسون بر این، در اون لحظه من در کنار میز صدا برداری بودم، چون میخواستم من مناسب بودن بلندی صدای همسرم مطمئن بشم. با این هدف داشتم به میز صدا نگاه میکردم که باد وزیدن گرفت و نشانگرهای صدا همه روی صفر بودن. حتی ذره ای از صدای باد وارد سیستم نشده بود. گفتم خدای من همین الان میخوام منو به اتاق هتلم ببری. تا ساعت 1:30 نیمه شب در بالکن اتاق هتلم مشغول پرستش خدا بودم. صبح روز بعد وارد محل جلسه شدیم و نمیتونیم باور کنین شفاها، نجاتها، افرادی که روح القدس پر شده بودن، همه اینها فقط به خاطر یک چیز بود: ترس خداوند. ترس خداوند جوی را به وجود آورد که مردم برای دریافت این برکات آماده شدند. صبح روز بعد همه چیز کاملا متفاوت بود. بگیم با منی؟ خب بله، در لاویان 10:3 خدا چنین فرموده، یک فرمان فراگیره: کسانی که مرا خدمت می کنند باید حرمت و قدوسیت مرا نگاه دارند. در کتاب مقدس شما با بایدهای توصیه‌ای و با بایدهای ضروری روبرو میشین. اگر توصیه ها رو میدونین شخص حکیمی هستین. اگر موارد ضروری رو نمیدونین شخص ابلهی هستین. خدا فرموده کسانی که مرا خدمت می کنند باید حرمت و قدوسیت مرا نگاه دارند تا تمام قوم مرا احترام کنند. میدونین عیسی در این رابطه صحبت میکنه: روزی وقتی برای دعا بیرون رفته بودم، حضور خدا به سرعت وارد اتاق دعام شد. داشتم روی عظمت خدا تأمل میکردم. یک روز صبح گفتم خداوندا، چرا وارد شدن به حضور تو داره برای من آسونتر میشه؟ روح القدس گفت وقتی عیسی به شاگردان در مورد دعا کردن تعلیم داد، چه چیزی به اونها آموخت؟ پس شروع کردم به تکرار دعای ربانی: ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد. به خودم گفتم خودشه، نام تو مقدس باد. عیسی، تو به شاگردان تعلیم دادی که بدون ترس احترام آمیز نمیتونن وارد حضور خدا بشن. اگه به مزمور 89 6 تا 7 نگاه کنیم، نویسنده میگه: زیرا کیست در آسمان ها که با خداوند برابری تواند کرد، و کیست در میان موجودات آسمانی که مانند خداوند باشد؟ خدا در شورای قدوسیان بی‌نهایت و نه اندکی مهیب است. از او می باید ترسید بیش از همه آنان که گرداگرد اویند. شما هرگز اون رو در جوی که بیشترین میزان احترام رو نسبت به اون نشان نمیده ملاقات نمی کنید. این رو به یاد داشته باشین. میزان ترس شما از خداوند در اصل رابطه مستقیمی داره با میزان درک شما از عظمت او. میزان ترس شما از خدا در اصل رابطه مستقیمی داره با میزان درک شما از عظمت او. فیلم پارک جوراسیک رو به یاد داریم؟ اونها در حال گردش توی پارک بودن و بر اساس فیلم میگفتن چقدر جالبه، ما قرار دایناسورها رو ببینیم. اما بعد وقتی اونها سوار جیپ بودن، بارون شروع به باریدن میکنه. اون دایناسور کم کم نزدیک میشه و لیوانهای آب روی داشبورد شروع میکنن به تکون خوردن. اینجوری بوم بوم بوم، به یک بار اونا داد میزنن واه واه های های. بعد اون جانور خودش رو نشون میده و اون مردان بالغ همه ترس داد میزنن. ما در کلیسا این طرف و اون طرف میریم و میگیم خدا عظیمه، خدا بزرگه. خدا عظیمه. به همین دلیل شما حقیقتا نمیتونین ترس خدا رو در دل داشته باشین تا وقتی که عظمتون رو نشناخته باشین. درست؟ این همون چیزیه که موسی برای به دست آوردنش تضرع کرد. اون با تضرع درخواست میکرد: خواهش میکنم جلالت رو بر من آشکار کن. شما باید متوجه باشین که پدر بزرگ موسی ثروتمندترین مرد دنیای اون روز بود. پدر بزرگش صاحب همه اون چیزهایی بود که با پول میشد خریدشون. موسی شاهد معجزات خارق‌العاده‌ای شده بود: از خون پر شدن تمام آبها، مبتلا شدن تمام خونها به وزغها، کشته شدن نخست‌زاده‌ها. با این همه موسی گفت اینها کافی نیست، من خواهان دیدن جلالت هستم، میخوام عظمت تو را ببینم. موسی میدونست که چقدر مهمه که ما عظمت خدا رو بشناسیم، چون به دنبالش ترس آمیخته با احترام ما رو فرا خواهد گرفت. با منی؟ به همین دلیل نویسنده مزمور میگه زیرا کیست در آسمان ها که با خداوند برابری تواند کرد. در واقع داره میگه هیچ کی شبیه خدا وجود نداره. هرچقدر شناخت ما از عظمت خدا عمیق‌تر و گسترده‌تر باشه، گرچه اون به نوبه خودش دور از فهمه،
همون قذرفیت ما در ترس از او بزرگتر خواهد بود. به همین دلیل نویسنده مزبور میگه زیرا خدا پادشاه تمامی جان است، او را با خردمندی بسرایید. او را با خردمندی بسرایید. عظمتش رو بشناسیم. از ما دعوت شده تا عظمت او رو نظارگر باشیم و در این حال نویسنده مزمور تقریبا بلافاصله در مزمور 145:3 میگه خداوند بزرگ است و شایان ستایش بسیار، عظمت او را کاوش نتوان کرد. پس اینجا از یه سم مزمور نویس داره میگه او را با خردمندی بسرایی، در پی شناخت عظمت او باشی، و از طرف دیگه داره میگه عظمت او را کاوش نتوان کرد. توجه دارید این خواسته قلبی مردان و زنان برجسته خدا نه فقط در کتاب مقدس بلکه در طول تاریخ بوده. اگه به زندگی آگوستین نگاه کنین، اون یکی از برجسته‌ترین رهبران کلیسا در عصر خودش بود. اون تو قرون اولیه زندگی میکرد و در سال 430 میلادی به منزل خودش در آسمان رفت تا با خداوندش باشه. او اسقف کلیسا در شهر هیپو بود، منطقه‌ای توی آفریقا که توسط روم تسخیر شده بود. خب آگوستین برای نوشته‌های خودش در باب عظمت خدا شناخته میشه. درست؟ او نویسنده کتاب شهر خداست که هنوز میاد مردم مشهوره. درست؟ در سال 430 وقتی داشت به نزد خدا میرفت، تمام شاگردانش دور بستر و گرده هم اومده بودن. چشماشو بست و همه شاگردانش با خودشون فکر کردن اون دیگه رفته. اون رفته. اما بعد از چند دقیقه اتاق پر از هیجان شد و آگوستین چشماشو باز کرد و فریاد زد من خداوند رو دیدم. هر اونچه که من نوشتم تنها یک پوشاله. و بعد میمیره. هر آنچه من نوشتم پوشالی بیش نبوده. آیا به دنبال تعالیم بیشتر از جان و لیزا بیور هستید؟ اگر کسی را میشناسید که به زبان دیگری غیر از انگلیسی صحبت میکند، او را به سایت cloudlibrary.org ببرید. زبان مورد نظرتان را انتخاب و از منابع مختلف در کتابخانه گسترده ما بهره ببرید. کتاب الکترونیکی، مجموعه تعلیمی، ویدیو، پیام‌های شنیداری. برای دریافت منابع تازه رجیستر کنید. برای اطلاعات بیشتر به سایت cloudlibrary.org بروید. ایوب که خدا ترس‌ترین مرد روی زمین بود، خدا به ایوب مباهات می‌کرد. یک کس مثل ایوب نیست. بله، او با خدا ملاقات میکنه چون خدا در یک گردباد به او نزدیک شد. ایوب گفت از شنیدن گوش درباره تو شنیده بودم، لیکن الان چشم من تو را میبیند. از این جهت از خیشتن کراهت دارم و در خاک و خاکستر توبه میکنم. اون افراد در پارک جوراسیک درباره دایناسور چیزایی شنیده بودن، اما بعد خودشون از نزدیک اونو دیدن. به همین دلیل که اشعیا که مرد خدا ترسی بود، واعظ پارسایی بود، اشعیا 3:4-5 رو بخونی، اون میگه وای بر شخص مست، وای بر آنانی که بدی را نیکویی و نیکویی را بدی مینامند، وای بر مغروران. خب بعد میرسه به اشعیا 6 و اون گوشه از جلال خدا رو میبینه. دیگه نمیگه وای بر شخص مست، نمیگه وای بر شخص مغرور، بلکه میگه وای بر من. اون با حس شرمساری در مقابل تخت خدا بر زمین افتاده و از خودش به شدت نامیده شده بود. برای اولین بار تو طول زندگیش فهمید که چه خدایی رو داره خدمت میکنه و برای اولین بار فهمید که در برابر این خدای قدوس خودش کیه. عظمت او غیر قابل کاوشه. عظمت او غیر قابل کاوشه. حقیقتاً غیر قابل کاوشه. اگه یوحنای رسول رو در نظر بگیریم، اون خیلی به عیسی نزدیک بود. اون سر خودش رو به سینه عیسی تکیه میداد. عیسی رو به یوحنا کرد و گفت این زن مادر توست، مادر من، از حالا مادر توست. اون مادر خودش رو به پتروس نسپرد. اون مادرش رو به یعقوب نسپرد. اون مادرش رو به یوحنا سپرد، چون یوحنا نزدیکترین دوستش بود. در انجیل به یوحنا به عنوان شاگردی که او را محبت میکرد اشاره شده. یوحنا خیلی به عیسی نزدیک بود، اما بعد عیسی در جزیره پاتموس در جلال و عظمتش خودش رو به اون مکشوف میکنه. چهرش مثل خورشید بود و چشماش مثل آتش مشتعل. یوحنا مثل یک مرده، حقیقتا مثل یک مرده به زمین افتاد. دوستی دارم که کلیسایی رو در آلاباما که من قبلا اونجا میرفتم شبانی میکرد و به دنبال یک حادثه مونده بود زیر آوار ساختمان. بنای خیلی ضعیفی بود و در این حال بازدید کردن فرو میریزه. سرش، گردنش و کمرش میشکنه.
روزی با هم مشغول بازی گلف بودیم و گفتم پت، ماجرا رو برام تعریف کن. از ملاقاتت با خداوند بعد از مرگت برام تعریف کن. از حفره 14 تا 18 بازی پت گریه کرد. بازی منو تماما خراب کرد. او گفت جان، من هرگز چنان نور درخشانی ندیده بودم. حتی مثل خورشید هم نبود. به درخشش خورشید، اون خیلی درخشانتر از خورشید بود. هر چقدر به نور نزدیکتر می شدم، به تدریج جزئیاتی برام روشن می شد. و من تشخیص دادم که اون چهره عیساست. متوجه شدم که تمام تار و پود وجودم برملا شده. نمی تونستم چیزی رو پنهان کنم. حقیقتا نمی تونستم. اما موضوع شگفت‌آور محبت هیبت انگیز و هراس انگیز او بود. اون محبت بسیار شگفت‌آور بود. احساس می کردم که داره به من نزدیک میشه و هر کدوم از اجزای وجودم رو تو دستش میگیره و بازوانش رو دورم حلقه میزنه. این ملاقات بسیار حیرت انگیز بود. این همون چیزی بود که یوحنا در جزیره پاتموس دیده بود. چهرش مانند خورشید می درخشید و چشمهایش مانند آتش مشتعل بود. دو شیوه متفاوت وجود داره که ما می تونیم گوشه ای از عظمت یا جلال خدا رو ببینیم. کتاب مقدس در مورد دو راه متفاوت صحبت می کنه. یه بار دیگه به من گوش کنید. این اون چیزی بود که داوود به دنبالش بود. همون چیزی که موسی در پیش بود. موسی گویا داشت میگفت ببین معجزات، خدمات، من 3 میلیون نفر عضو در کلیسام دارم. کلیسای من 4 برابر کلیسای یانگیچوه. من به این قانع نیستم. میخوام جلالت رو ببینم. این همون علت شور و اشتیاق آتشین این افراد بود. با منید؟ کتاب مقدس در مورد دو شیوه در جستجوی عظمت خدا صحبت میکنه، اما عظمت او کاوش‌ناپذیره. درست؟ اولین شیوه کاوش در وجود خود ماست، در روحمون. دوم قرنتیان 4:6 میگه زیرا همان خدا که گفت نور از میان تاریکی بتابد، نور خود را در دلهای ما تابانی تا شناخت جلال خدا در چهره مسیح ما را منور سازد. این همون تصویره که پت وقتی از بدنش جدا شد اون رو دید. ما قصد داریم در طی جلسات آینده روی این جنبه متمرکز بشیم. دومین شیوهی که کتاب مقدس ارائه میکنه و این شیوهی معتبر و منطقی هم هست برای دیدن جلال خدای عظمتشه، نظاره کردن خلقت خداست. این موضوعی که قصد دارم ادامه جلسه رو به اون اختصاص بدم. مزمور 145:10 میگه خداوندا همه کارهای دست تو سپاست خواهیم گفت. از جلال، همه بگین جلال، از جلال پادشاهی تو سخن خواهیم گفت. بنابراین کارهای او از جلال سخن میگن. وقتی شما لغت جلال رو میشنوین، دوست دارم که شما فقط به لغت عظمت یا جلال، آشکار شدن عظمت فکر کنید. کارهای دست تو از جلال پادشاهی تو سخن خواهند گفت و دلاوری تو را بیان خواهند کرد. مزمور 19:1-2 میگه آسمان جلال یا عظمت خدا را بیان میکند و فلک از عمل دستهای سخن میگوید و شب تا شب معرفت را اعلام میکند. من 4 فرزند دارم و عاشق این پسرها هستم. اونا پسرهای خیلی خدا ترسی هستن. خیلی به وجودشون مباهات میکنن. بسیار بسیار پسرهای خوبین. یادم میاد در سالهای 90 وقتی هنوز تازه داشتن راه می‌رفتن، من در کلیسای سن آگوستین موعظه می‌کردم. کلیسا ما رو در هتل بسیار خوبی در کنار ساحل ساکن کرده بود و بچه‌ها معمولاً در امواج دریا مشغول بازی بودن. امواج اونها رو بر طرفی پرتاب می‌کرد. مرحله اصلی مسابقات بسکتبال NBA در جریان بود و شما حتما می‌دونید که چه کسی بزرگترین بازیکن کشور، مایکل جردن. همه مبهوت مایکل جردن بودن، مثل تایگر بود در چند سال گذشته. اما خب جردن چیز دیگه‌ای بود. همه صحبت ها حول مایک جردن بود و من کم کم از شنیدن اخبار مربوط به مایک جردن خسته شده بودم. وقتی پسرها از سال اقیانوس برگشتن، اونها رو روی تخت هتل نشوندم. اونها خودشون رو با حوله پوشونده بودن و گفتم بچه ها، اقیانوس واقعا بزرگه، درسته؟ اونا گفتن آره بابا. گفتم اما میدونی نکته جالب چیه؟ شما فقط میتونید تا فاصله 3 یا 4 کیلومتری رو ببینید، در حالی که اقیانوس 4500 کیلومتر دیگه هم امتداد داره. اونا گفتن واو. گفتم نه این تنها بزرگترین اقیانوس نیست، اون طرف اقیانوس آرام وجود داره که از این هم بزرگتره و نه فقط اون، بلکه 2 تا اقیانوس دیگه هم وجود داره. حالا بچه ها اگه بقیه آبهای دریا رو در نظر نگیریم، فقط آب اقیانوس حجم خیلی زیادیه، درسته؟ بله. گفتم میدونی
میدونید خدا تمام قطرات اون آبها رو روی کف دستش وصل کرده. اونها به شدت تحت تاثیر قرار گرفتن چون مایکل جردن فقط میتونست با کف دستش به یه توپ بسکتبال ضربه بزنه. اشعیا 40:12 گوش کنید. کیست که آبها را به کف دست خود پیموده و افلاک را با وجب خود اندازه کرده. در ترجمه دیگه میگه با وجب دست خود از انگشت شست تا انگشت کوچک خود هستی را پیموده است. قبار زمین رو میدونین؟ قبار را در کیل گنجانیده و کوها را به قپان و تلها را به ترازو وزن نموده است. کوههای پاکس پیک توسط ترازوی کوچک خدا وزن شده. کلام میگه آسمان جلال خدا را بیان میکند. وقتی شما به کل هستی نگاه میکنین، اون تمامش رو با وجب دستش اندازه گرفته. نزدیکترین ستاره به ما به غیر از خورشید 4.3 سال نوری از ما فاصله داره. حالا اون چه گفتم برای خیلی ها جمله به زمان چینی بود. یه سال نوری چیه؟ خب برای کمک به شما در درک موضوع باید بگم که نور در هر ثانیه 300,000 کیلومتر مسافت رو طی میکنه، نه در یک ساعت بلکه در یک ثانیه که تقریبا معادل 1,000,000,000 کیلومتر در ساعته. بذار این رو بیشتر براتون بشکافم. کره ما 385,000 کیلومتر از زمین فاصله داره. اگه شما امروز سوار یک هواپیمای جت بشین و بدون توقف به مقصد کره ماه پرواز کنین، میدونین که به اونجا میرسین؟ 19 روز طول میکشه تا به ماه برسین. نور ظرف 1.3 ثانیه این مسافت رو طی میکنه. در مورد خورشید ما چی؟ خورشید ما 150,000,000 کیلومتر ما فاصله داره. اگه شما سوار یک هواپیمای جت بشین، یه مدل جدید 787 و به سمت خورشید پرواز کنین، پروازی بدون توقف 21 سال، میدونین 21 سال طول میکشه تا به مقصد برسین. نور این فاصله رو ظرف 8 دقیقه و 20 ثانیه طی میکنه. خب حالا بریم سراغ نزدیکترین ستاره به ما که 4.3 نوری اما فاصله داره. اگه گیج نشده باشین، نزدیکترین ستاره به ما که 4.3 نوری اما فاصله داره. اجازه بدیم مطلب رو بشکافم. اگه بخوام یه مدل بسازیم، این توپ منه. خب خورشید، فرض کنی خورشیده. توپی با قطر 20 سانتی متر. میخواین نشون بدم زمین چه اندازه است؟ این دانه فلفل رو میبینید؟ زمین در مقایسه با خورشید به این اندازه خواهد بود. اگه ما یه مدل بسازیم، میدونی خورشید در چه فاصله از زمین قرار میگیره؟ 24 متری. بنابراین خورشید اینجا خواهد بود و دانه فلفل پشت ساختمان خواهد بود. این یه ماکت ایداله. حالا به نظر شما در این ماکت ایدال ما نزدیکترین ستاره که 4.3 نوری با زمین فاصله داره کجا باید قرار بگیره؟ آیا 1,000 متر دورتر؟ شاید 2,000 متر یا 4,000 متر؟ بله 4,000 متر. 4,000 متر فاصله. به این معنی که اگه ما دانه فلفل رو در سندیگو بذاریم و خورشید رو در فاصله 24 متری قرار بدیم، نزدیکترین ستاره که 4.3 نوری باید دورتر باشه، نه فقط در نیویورک دورتر خواهد بود، بلکه 1600 کیلومتر دورتر و در اقیانوس اطلس باید قرار بگیره. پس تمام امتداد کشور باید طی کنه و 1600 کیلومتر هم در اقیانوس اطلس پیش بره. اگه ما سوار یه هواپیما بشیم و بدون توقع به مقصد این نزدیکترین ستاره شروع به پرواز کنیم، فقط این نزدیکترین ستاره، میدونین چقدر طول میکشه؟ با این جت 51,000,000,000 سال. میتونیم بگیرینش؟ این نزدیکترین ستاره است. حالا به طور متوسط ستارهایی که ما شبها در آسمان میبینیم بین 100 تا 1000 سال نوری با ما فاصله دارن. خب نه 4.3، 100 تا 1,000 ستارهایی رو در آسمان میتونیم ببینیم که 4,000 سال نوری با ما فاصله دارن. میدونین یعنی چی؟ نوری که امشب از اون ستاره که 4,000 سال نوری از ما فاصله داره به شما میرسه، درست زمانی که ابراهیم و ساره با هم ازدواج کردن اون ستاره رو ترک کرده و با سرعت 300,000 کیلومتر در ثانیه حرکت کرده و امشب به شما رسیده. همه اینها در کهکشان کوچک ما روی میده. ما در کهکشانی با میلیاردها ستاره با نام کهکشان راه شیری زندگی میکنیم. کهکشان ها حلقه هستن متشکل معمولا میلیاردها ستاره یا 1,000,000,000 ستاره. نزدیکترین کهکشان به ما کهکشانیه به نام آندرومدا که 2,100,000,000 سال نوری از ما فاصله داره. من حتی نمیخوام بهتون بگم که با هواپیما چقدر طول میکشه تا به اونجا برسیم. این اواخر تلسکوپ فضایی هابل گروهی از کهکشان‌ها رو کشف کرده
که 13.2 میلیارد سال نوری از ما فاصله دارن. متحیرتون کردم؟ این اون چیزی که رخ میده وقتی سعی میکنیم عظمت خدا را با ذهن خودمون درک کنیم. در این حال به این کار توصیه شده ایم. هاللویا. کتاب مقدس میگه که هستی نمیتونه او رو تو خودش جا بده. و نه تنها این، بلکه خدا طبق مزمور 147-4 ستاره رو میشماره و هر کدوم از اونها رو به نام میخونه. اون اسم تک تک ستارگان رو میدونه و با انگشتانش اونها رو در مدارشون قرار میده. اون نه تنها این کائنات عظیم رو آفریده، بلکه بیایم به پیچیدگی آفرینش انسان هم نگاهی کنیم. وقتی تمام فرم های حیات روی کره زمین رو در نظر میگیریم، بنیاد تمام اونها سلول ها هستن. سلول ها جزء اصلی بدن انسان، گیاهان، جانوران و هر چیز زنده دیگه هستند. به طور متوسط بدن انسان 10 تریلیون سلول ساخته شده. این یعنی 1 × 14 در مقابلش. خب اون سلول ها اجزایی هستن که باعث میشن بدن شما وجود داشته باشه. خدا وجود شما رو چنین طراحی کرده، علارغم اینکه خیلی کوچیکن، اما اونها کوچکترین ذرات نیستن، چون سلول ها از مولکول ها تشکیل شدن که ذرات ریزتری هستن. بنابراین شما 10 تریلیون سلول در بدنتون دارید، اما این سلول ها خودشون از مولکول ها تشکیل شدن که ذرات کوچکتری هستن. و مولکول ها حتی کوچکترین ذرات نیستن، چون بعد شما میرسیم به عناصر، و عناصر هم حتی ریزترین ذرات نیستن، چون اونها از اتم ها تشکیل شدن. ساختار درون اتم ها عمدتا فضای خالی نوترون ها و پروتون ها در مرکز اتم قرار گرفتن و الکترون های ریز هول اونها به تندی در حال گردشن. اگه با یه خودکار در انتهای جمله نقطه بذارین، در حدود 1 میلیارد اتم در اون نقطه وجود داره، صرفا یه نقطه کوچیک. اما بعد دانشمندا سعی کردن تا بفهمن چه نیروی سبب انسجام اتم هاست، چون اگه اون نیرو نبود اتم ها اصلا پاشیده می شدن. بنابراین اونها نظریه انرژی اتمی رو ارائه کردن که این روش ضعیف و احمقانه اونها بود. برای به یاد داشته باشین که ترس خداوند آغاز حکمته. توضیح این سخن کتاب مقدس که اون همه چیز رو توسط قدرت کلامش حفظ میکنه و همه چیز قائم به او و وابسته به اوست. بنابراین نه فقط اون قادره که تمام کائنات رو اندازه‌گیری کنه، بلکه او تمام اون ذرات، اتم ها و پروتون ها رو در بدن شما کنارم نگه می‌داره تا مبادا وجود شما متلاشی بشه. اون خدای شگفت‌انگیزه، پر از شکوه و عظمت. او خدای ما، میتونی بگی آمین؟ اجازه بدین وعده دیگه ای رو در مورد ترس خداوند بازگو کنم. اون توجه دائمی خداوند رو تضمین میکنه. هان، چشمان خداوند بر ترسندگان اوست، بر آنان که انتظار محبت او را میکشند. بذارین چیزی رو به شما بگم. مزمور 8:4 میگه انسان چیست که در اندیشهش باشی؟ چون مزمور نویس میگه چون به آسمانهای تو بنگرم که صنعت انگشتان توست و به ماه و ستارگان که تو برقرار داشته ای، گویم انسان چیست که در اندیشهش باشی؟ من معتقدم که این مزمور سخنان فرشتگانیه که همراه خدا بودن و در عمل آفرینش نظارگر این خدای شگفت‌انگیزی که خدمتش می‌کردن بودن و در واکنش به اون چه دیدن تا امروز فریاد قدوس سر می‌دن. او تمام کائنات را وجب کرده و بعد روی یک نقطه کوچیک فرود اومده، محلی به اندازه یک دانه فلفل، و بدن انسان را آفریده و تمام محبت و توجهش را نثار انسان کرده. اون فرشته دیگه نمی‌تونه تحمل کنه و فریاد می‌زنه انسان چیست که در اندیشه‌اش باشی؟ بالاخره فرشته ای که قدوس فریاد میزد صداش در میاد. بله، صداش در میاد. خدایی که او را خدمت میکنیم چنین شگفت انگیزه. به همین دلیل کتاب مقدس به ما میگه میبایست از او بترسیم، ترس او را در دل داشته باشیم. در جلسه سوم جلال خدا به بررسی برخی از روایات کتاب مقدس در مورد مردمانی خواهیم پرداخت که جلال خدا را به سطح تمثالی که خود از او ساختند تنزل داده و به اشتباه پنداشتند که او نیز مانند انسان فانی و فساد پذیر است.